درباره خواب ما چند بار صحبت کردیم. یه دونه کتاب Why We Sleep، چرا میخوابیم، رو خلاصش رو تو پادکست بی پلاس گفتیم. تو همین کانال هم چند تا ویدیو گذاشتیم. یه سوال اساسی ولی هست که اینو زیاد بهش نپرداختیم. اونم درباره رؤیاست، درباره خواب دیدنه. ما اصلا چرا خواب میبینیم؟ یا اگه خواب نبینیم چی میشه؟ یکی از اتفاقایی که اگه خواب نبینیم چی میشه رو میتونی واسه ما بگی؟ من تو این ویدیو میخوام این کارو بکنم، به کمک چیزهایی که از کتاب متیو واکر یاد گرفتیم و بیشتر از اون به کمک یه مقاله‌ای که توی تایم خوندم، حالا اون رو هم لینکش رو میگذارم. من علی بندری هستم، این کانال یوتیوب بی پلاس. توی اپیزود 48 پادکست بی پلاس کتاب چرا میخوابیم از متیو واکر چند تا دلیل برای خواب دیدن گفت. گفت مثلا وقتی که ما خواب میبینیم، این اون اطلاعات اضافه‌ای که توی مغزمون هست اونا داره تصفیه میشه، اونا داره میریزه دور، مرتب داره میشه، این کار داره انجام میشه توی ذهن. مثلا خواب دیدن یکی از نمودهای این کاره. یا اینکه مثلا گفت خواب دیدن به تقویت حافظه کمک میکنه. اینا رو تو اون کتاب خوندیم. اما دانشمندا برای خواب دیدن یه دلیل دیگری رو هم بعضی وقتها میگن، اونم توانایی بیناییه. در واقع میگن اگر ما نتونیم خواب ببینیم، ممکنه بیناییمون آسیب ببینه. چه ربطی داره؟ برای اینکه ربطشو بگیم، یه مقدمه خیلی کوتاه، دو تا نکته علمی ساده باید یاد بگیریم. یکی این که نورون‌های توی مغز ما، اینا بیکار نمیتونن بشینن، همیشه باید در حال انجام یک کاری باشن. و دو، همین که این نورونا هر کاری میتونن انجام بدن. اینطوری نیست که بعضیاشون برای شنوایی باشن، بعضیا برای بویایی باشن، بعضیا برای بینایی باشن. اینا هر کدومشون هر وظیفه‌ای رو که بهشون بدیم میتونن اونجا انجام بدن. این دوتا نکته رو که متوجه بشیم، میفهمیم که توی مغز انگار که یارکشی همیشه، فانکشن‌های مختلف، حس‌های مختلف، اندام‌های مختلف، اینا ممکنه که نورونا رو لازم داشته باشن. شنوایی بخواد، بویایی بخواد، بینایی هم بخواد، نورونا هم داریم میگیم همشون همه کار میتونن بکنن، بیکار هم میگیم نمیتونن بشینن. بعد اگه شنوایی خیلی نورون لازم نداشته باشه، ممکنه بینایی مثلا بیاد نورون‌های مغز رو یه مقدار ورداره واسه خودش. فرض کن یه شرکتیه، اینا دارن سر ریسورس‌ها، سر نیروها، دپارتمان‌های مختلف مثلا می‌جنگن. شرکت ساختار مشخصی نداره، 5 تا وظیفه مختلف داره ولی سازمانی نداره. هر کی صبح بیاد ببینه یه سری آدم اونجا بیکار تو لابی نشستن، اینا رو برمی‌داره می‌بره سر پروژه خودش. خیلی تعریف غیر علمی از یه مطلب خیلی علمی. بعد حالا شما فکر کن تو همون شرکته یه بخشی هست برای اینکه کار کنه برق لازم داره. برق میره، اینا دپارتمانشون، پروژهشون تعطیل میشه، کار نمیتونن بکنن، که همه میشینن تو لابی. بقیه واحدا میان میبینن که اینا نشستن ورشون میدارن میبرن. این اگر در طولانی مدت تکرار بشه، اون پروژه‌ای که واسه کاراش گفتیم برق میخواد، برقشون هم که اومد نمیتونه درجا بره نیروهاشو دوباره از تو لابی جمع کنه بیاره. اینا هر کدوم دارن یه کار دیگه میکنن، طول میکشن تا اینکه اینا رو بتونه دوباره برگردونه سر کار. میگه تو مغزم همین اتفاق میفته. بر همینم هست که اگر یه کسی بیناییش رو مثلا از دست بده، نورون‌هاش بیکار نمیتونن بشینن دیگه، اینا میرن در خدمت مثلا حس شنواییش. بر همین خیلی وقتا میبینی کسی بیناییش رو از دست میده، شنواییش خیلی تقویت میشه. اون پروژه تعطیل شده ولی ریسورس ها هستن، اینا میرن در خدمت پروژه دیگری. وقتی هم که میخوابیم شبیه همین اتفاق میفته، انگار برق میره. بعد این پروژه هایی که لازم دارن برق رو، لازم دارن دیدن رو، اینا کاری ندارن دیگه، چون دیدنی در کار نیست که، چشم بسته است. اینا نوروناش میرن در خدمت حواس دیگه و در طولانی مدت وقتی تکرار میشه، این میتونه روی بینایی ما اثر بگذاره. برای همین یه چیزی در ما به وجود آمد، فرایند فرگشت یه چیزی در ما تولید کرده به عنوان چی؟ به عنوان خواب دیدن، رویا دیدن. این یه کارگردش اصلا انگار اینه که اومده جلوی نابینا شدنمون رو بگیره. چرا اینطوریه؟ چون اون موقعی که ما داریم خواب میبینیم، نورون‌های مغزمون دارن کار دیدن انجام میدن، بدون اینکه واقعا چشمی باز باشه و دیدنی در کار باشه. ولی ما خوابو میبینیم دیگه، تو فارسی هم میگیم خواب میبینیم، چون واقعا یه چیزایی رو میبینیم. ولی یه چیزایی که ما به ازای خارجی ندارن، وجود ندارن، اتفاق نمیافتن، ولی ما میبینیمشون. نورونا مثل دیدن کار میکنن.
انگار پروژه هایی که برق لازم داشته با اینکه برق رفته مدیر پروژهشون گفته شما بشینید اینجا یه قلدقل بازی کنید، ولی کسی بیرون نمیره، کسی سراغ پروژه دیگه نمیره، اینا رو مشغول نگه میداره که بعد که برق اومد بتونن در جا برگردن سر کارشون. مغزم میگن همین کارو میکنه، با خواب دیدن اینا رو در حال دیدن نگه میداره که وقتی چشم باز شد بتونن همچنان سرحال سرزرب شروع کنن به دیدن. فقط هم موقع خواب دیدن نیست، میگن که زندان انفرادی هم وقتی کسی باشه طولانی مدت، چشم بند کسی داشته باشه، جایی رو نتونه ببینه، ذهن شروع میکنه به خیال پردازی و اینها، و این مقدار زیادی از اون خیال پردازی و رؤیا بافی کارکردش همینه که حالا که چیزی برای دیدن نیست، من توانایی دیدنم رو حفظ کنم، اینطوری ورزش کنم، توانایی دیدنم رو حفظ کنم که پس فردا که دوباره چیزهای دیدنی پدیدار شدن من همچنان بتونم ببینم. این یه تعریف جدیدی بود، تازه‌ای بود برای من، تازه خوندم این رو، درباره این که کارکرد خواب چیه؟ ما اگه خواب نبینیم چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ درباره خواب، هم خواب دیدن، همین که چرا میخوابیم، ما توی اپیزود 48 پادکست بی پلاس از قول متیو واکر و کتاب وای وی اسلیپ صحبت کردیم. توی همین کانال یوتیوب هم چند تا ویدیوی دیگه هست که درباره خواب صحبت کردیم و باز هم صحبت میکنیم.